پرزیدنت دونالد ترامپ و قانونگذاران جمهوری خواه در آیین کم سابقی که عصر دیروز در کاخ سفید برگزار شد، نخستین گام در لغو قانون بیمه مراقبت های درمانی مصوب کنگره تحت کنترل دموکرات ها در دوران اول ریاست جمهوری باراک اوباما را با تصویب لایحه جایگزین در مجلس نمایندگان جشن گرفتند که به نوبه خود یک پیروزی سیاسی در صحنه قانونگذاری برای پرزیدنت ترامپ تلقی می شود. مصوبه مجلس نمایندگان اکنون به سنا ارسال شده تا در آنجا نیز مطرح و به رأی گذاشته شود، روندی که انتظار می رود به مراتب سخت‌تر و دشوارتر از روند تصویب در مجلس نمایندگان باشد. گزارشی از شهلا آراسته. The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table. پس از آنکه مجلس نمایندگان با آراء نزدیک 217 رای موافق در برابر 213 رای مخالف طرح جایگزین بیمه درمانی جمهوری خواهان را تصویب کرد، پرزیدنت ترامپ قانون بیمه درمانی موسوم به بیمه اوباما را اساساً منسوخ اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در حالی که بسیاری از جمهوری خواهانی که به لغو و جایگزینی بیمه اوباما رأی دادند در باغ روز کاخ سفید کنار وی گرد آمده بودند، نخستین پیروزی قانونگذاری خود را جشن گرفت. پرزیدنت ترامپ با ستایش از جمهوری خواهان گفت آنها این طرح را در انجام وعده به مردم آمریکا تصویب کردند. آنها این کار را برای کشور کردند، چون مردم از بابت بیمه اوباما رنج می بردند. من 2 سال مبارزه کردم و به شما می گویم هر جا که رفتم مردم از بلای بیمه اوباما دچار رنج بودند. و من به شما می گویم تا آنجایی که به من مربوط شود حق بیمه شما کم خواهد شد و ما آن را در سنا هم تصویب خواهیم کرد. این پیروزی پس از شکست تلاش اول برای تصویب آن در مجلس به کاخ سفید و جمهوری خواهان کنگره فرصت حیاتی برای همکاری و تصویب طرح را فراهم آورد. پل رایان با توجه به مشکلاتی که خانواده های آمریکایی بابت نتایج بیمه اوباما با آن روبرو هستند، تصویب طرح را یک امر حیاتی خواند. ما هنوز برای اینکه این طرح را به قانون تبدیل کنیم کار زیادی در پیش داریم و من می‌دانم که دوستان ما در سنا مشتاق کار در این زمینه هستند و آنها و ما این کار را به ثمر می‌رسانیم، چون امر بسیار مهمی است. آینده ی طرح جمهوری خواهان که هیچ یک از نمایندگان دموکرات از آن حمایت نکردند پس از ارجاع در سنا روشن نیست، زیرا جمهوری خواهان از 100 کرسی سنا 52 کرسی را در اختیار دارند و برخی از سناتورهای جمهوری خواه نیز ممکن است با آن مخالفت کنند. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات دیروز در انتقاد از طرح جمهوری خواهان چنین گفت: این رأی‌گیری روی پیشانی جمهوری خواهان خالکوبی و همه جا همراه آنها خواهد بود. این یک درس مهم مدنی برای بسیاری از مردم آمریکاست که بسیاری از آنها که نمایندگانشان را خوب نمی‌شناختند، حالا خواهند شناخت که هزینه بیمه آنها را بالا بردند و منافع دیگر درمانیشان را حذف کردند. کسانی که به خاطر داشتن بیماری شرکت‌های بیمه به آنها بیمه نمی‌فروختند در مرکز بحث تفاوت میان بیمه اوباما و طرح جمهوری خواهان بوده است. تحت بیمه اوباما شرکت‌های بیمه حق امتناع از فروش بیمه درمانی به این افراد و یا مطالبه حق بیمه بیشتر را از این بیماران نداشتند، ولی طرح جمهوری خواهان به ایالت‌ها اجازه می‌دهد به شرکت‌های بیمه اجازه افزایش حق بیمه را در مورد این بیماران بدهد. شهلا آراسته، صدای آمریکا، واشنگتن.